سعید شد به خاطر که در سر خود گلوله زیاد خورده بود. دوام نورده نتونست شاید شد. در کاش در سنف نخبگان بود. در مکتبم همیشه اول یا دوم بود. خیلی علاقه داشت در درس خود. هم در درس خود محکم بود. دختر بسیار خوش اخلاق در حساب نماز خود خیلی محکم بود. کتابایش مانده و خودش نیست، داخل در داور هستم. خب این کتاب بیولوژی عمومیش هستم. شما گریه نکنین، دعا کنین. خون شهدا هیچ وقت بی جواب نمانده و نمیمانه. سبا انتیام درو برو که درس نوری خود بگیرم. اونو خیلی دیگر رفت از اونو بوشی که زنگم اونتاری. در جای گشت پیدا نتست شفانه مخلص تبدیل پیدا ترشی نزین دیگه نبود، یک چشمشی نبود، کشانی راش چپشی زخمی بود، خیلی کمانه اینجایش بلن مایدش چی نمانده. سنفش نجیبه از نام داشت بود، نجیبه شایش بود، نجیبه از احلوی جز یک دیگر خود جدا نبود، تو قدمیمزی گرد بود دیگر، در تلفون زنگ زنو رخ نبود. ما وقتی رفتم تمام شفاخانه را بررسی کردم، دو بار من آی سی یو را دیدم، اما ما فرشته آی سی یو بود، من نشناختم. یک واقعه بسیار 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 هر قدر که شدیدن بگویم یک بد واقعه، یک واقعه علمناک، یک واقعه دلخراش، یک واقعه غیر انسانیه. خداوند بخشاینده و مهربان، سلام هموطنان عزیز در هر گوشه از کنار دنیا که هستین، جور و سلامت و سرحال باشین و پروردگار شکرگزار هستیم که با تن سالم در خدمت شما خوبان قرار گرفتیم و تمام دوستایی که در سر تا سر دنیا هستن سلام های ما را پذیراشانند. با امید از این که دور از مریضی ها پروردگار ساعت کامل نصیبتان بگردانه. همه شهدایی که امروز در جمع ما نیستن، چی خواهرای ما، پدرای ما، برادرای ما و دوستای عزیز ما که در مهاجرت فوت کردن، پروردگار بهشت برین نصیبشان بگردان انشاءالله و پروردگار عذاب کوثر بی نصیبشان نگردانه. یک دنیا تشکر از شما دوستای عزیز که کمک و همکاری به هموطنان عزیز ما میکنین و بالخصوص در این اواخر مردم عزیز ما خیلی درد و رنج در افغانستان عزیز دیدن و انفجارات پی در پی که شد و خواهرای جوان ما قلم بدس و برادرای عزیز ما را که از دست دادیم، پروردگار بهشت برین نصیبشان بگردانه و انشاءالله که روز شب همه و همه از همه کشورها در افغانستان عزیز در وطن خود ما بر بگردیم و یک جا باشیم و در وطن زندگی کنیم و این امید از پروردگار داریم و دشمنان افغانستان هیچ وقت افغانستان نموندن که آرام شود و هر روز، هر روز، هر شب، هر ساعت ما در بدبختی تیر میشه. روزهای جمعه خود ما با انفجار و انتحار آغاز میکنیم، روزهای شنبه خود ما با انفجار و انتحار آغاز میکنیم و هزاران جوان گلگون کفن و هزاران عزیز روز بر روز از ما جدا میشن و عبد میبرندن. پروردگار بهشت برین نصیب همه ایشان بگن. عزیز ما هر افغان ما در خارج یک ابتکار میکنه، من خوش میشم. رستورانت حاجی صاحب عیاد که در استرالیا داشت، خیلی من خوش شدم که جوان عزیز ما در رستوران کار میکنه و مثلا عزیز ما کمک میکنه، پروردگار از راضی باشه. یا دوستای دیگه ما در گرج مصروف کارا هستن و این که گفتیم مبل و فرنچر فروشی آقا بیادر، مبل و فرنچر فروشی آقا بیادر، فکر کوی از یاد یک افغان ما کس از ماست و این دوست عزیز ما گفته بود که آقا بیادر ولی گفته نشه که کمک میکنه ایده ایلان میرفتم. نه آجی سر تو هم این حکس ها و تصویر و دکان رو بگی، من کار دارم و خاطر ازی بگی که افغان های خود ایمایت کنیم و همی برادر عزیز ما که در ورجینیا امریکا و در واشنگتن همی کاربار که میکنه، ای که ای برادر ما مبل و فرنیچر داره، افغان خود ماست، از یم خود ماست و جا داره و قلبم تشکری کنم از برادر عزیز ما بصیر
حسین. بسیر حسین برادر ما از امریکا خیلی با ما کمک کرده. اگر سیلاب در پروان آمد اولین بار بسیر حسین برادر ما کمک کرد. اگر در مسجد بزرگ قندار که انفجار شد عبدالبسی برادر با ما کمک کرد و اگر در قندوز انفجار شد عبدالبسی برادر ما کمک کرد و تا حتی در مکتب سید شهدا برادر عزیز ما کمک کرد. خیلی کمک های زمستانی کرده و این بار به کورس کاچ که پول روان کرد و به مردم بده. و شما هم اگر میخواین که مبل و فرنیچر به خانه هایتان بگیرین، بهترین با مدرن ترین مبل و فرنیچر در هر ایالت امریکا اگر خواسته باشین، شماره واتساپشان هست، میتونین که شما سفارش بدین از افغان خود ما بخرین، پس به در منزلتان میرسه ان شاء الله. هم در واشنگتن است و هم در ویرجینیا است، در هر ایالت شما بخواین مشکلی نداره. عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله‌زارم، وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله‌زارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عاشقم بر شکوهت، بی از دور بود سنگ کوهت، وطن عاشقم بر شکوهت، بی از دور بود سنگ کوهت، و من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیارم، و من هر کجایی که باشم عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن قلب من هستی من، بود رگ رگم پر ز خونت، وطن قلب من هستی من، بود رگ رگم پر ز خونت، ز تو همچو گل بشکفت دل اگر در خزان یا بهارم، ز تو همچو گل بشکفت دل اگر عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم. یک دنیا تشکر از همه شما و ما هم سری زدیم به خانواده شهدا که انشاءالله پروردگار همه جوانا را، همه عزیزای ما را، همه کسایی که در جمع ما نیستن رفتن، پروردگار بهشت و بهترین نصیبشان بگردانه. یک دنیا تشکر
باز هم فکر کنید که همین مبل فرنیچر اید بگوید می مبل فرنیچر فروشی آقا بیادر نام و مصاحبه شما اید نمیگیریم. همین شماره از شما در هر جایی که زنگ بزنید حتما به در و منزلتان میرسه. یک دنیا تشکر از بصیر حسین برادر ما از امریکا. پروردگار همه را صحت کامل نصیب بگردانه تا باخر با ما باشید. سدیه دختر 18 ساله باشنده کابل دشت برچی شهید راه قلم علم و دانش. سدیه که تمام خاطرات خود را با خود دگور برد. سدیه برادرش هم او را مثل یک برادر خطاب میکرد و سدیه تمام خاطرات خود را در این ورق نوشته و سدیه میخواست که با چند زبان صحبت کند، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، و میخواست در آینده یک معلم خوب شود، مثل شمعی که خودش میسوزد و دیگران را روشن میسازد. سدیه نوشته که هیچ کسی نمیتواند ما را از خواندن و نوشتن دور کند. آن روزی که کسی ما را از خواندن و نوشتن دور کند، آن روز بالای من قیامت خواهید بود. مادر سدیه تکلیف قلب دارد و همچنان پادردی دارد و از پا استاد شده نمیتواند. و مادر شهید سدیه میگوید هر بار به کتاب های سدیه نگاه میکنم قلبم گریه میکند. و مادرش این آرزو را دارد که هیچ مادر داغ اولادش را نبیند و ما هم دعا میکنیم بر حق تمام شهدای افغانستان که پروردگار بهشت برین نصیب همه ایشان بگرداند. سده جان اخلاق بسیار نیک داشت، اخلاق بسیار خوب داشت و بین فامیل دوستو خیلی اخلاق خوب داشت، خیلی آرزه ها داشت. متاسفانه سده جان همش از زیر خاک برد بخود. خیلی علاقه داشت درس بخونه ادامه بده، متاسفانه کلگش امروی خودش تیر خواهد. خب اینا امام روز جمعه متاسفانه حادثه علمناکی که صورت گرفت شهید شد یا نه زخمی شده بود؟ بله آدم ساعت اول شهید شد به خاطر که در سر خود گلوله زیاد خورده بود دوام آورده نتونست شهید شد ساعت اول. زندگی سرتان باشه، خیلی سخت هستم. خب سدیه جان صنف نخبگان بود و بگوین که اول نمره بود چه قسم؟ بله در کاج در صنف نخبگان بود و در مکتبم همیشه اول یا دوم بود. خیلی علاقه داشت در درس خود، هم در درس خود محکم بود و دختر بسیار خوش اخلاق در حساب نماز خود خیلی محکم بود، در قرآن خود خیلی علاقه داشت. متاسفانه از دست ما رفت. امیست که همیشه درس بخونه، راه شهدا را ادامه بده، هیچ وقت تسلیم نشوه. اینا را که شهید کردن به خاطر که کشور ما پس ببونه و همین خاطر شهید میکنه. هیچ وقت تسلیم نشوه، همیشه در درس خود کوشش کنه ادامه بده راه شهدا. درد داشت و نتونست با ما بره. خب مادر جان چطور هستی؟ خوب شکر مادر، قلبم از پایای من درد داره.
دیگه شادی هم مادر مرا از رو انداخته بود که از کار انداخته که یه خیلی تشویش نکن مادر جان، یک شما نیستین، کل ملت هست، ما با شما هستیم و درد میدیم. شادی یک شادی بود که ما رفته هم سلام میداد، که میماده هم سلام میداد با من خدایی میکرد. مهمت مگد مادر چای خورده نخورده، آو خورده نخورده، مگدون خورده بچه بازم در کشیش خود هم درس درد هرچی بتنک درس میخورد. خب خدا هم روحش شاد نگه داره. او تو چیز ندار، پدرش روزگار نداره، یعنی خونه رو در گره داده همی وی مشترک هم است. اونه مادر در پیان نداره، نه بچه ما که ندارم برا ذاته اختلاف کن، مگد ذاته من نداره. اون مادر پدر راه تا مادر راه تا مادر آی دوستای عزیز، کورس سعدیا جان با خانش تقریبا نیم ساعت الا 60 دقیقه راه هست. خب خدا من روش شاد نگه داره و الهی من شمون جر باشه الهی آمین. خب دوستا درباره سعدیا جان گرچن پیشتر کام گفتیم، فیلنم سعدیا جان خیلی دختر لایق و درس خوان بوده و عکسشان هم میبینین، خدا رحمتش کنه، خیلی دردآور هست همچون جوانهایی از جامعه افغانستان حذف شده. خب جز دعاست دست ما دیگه کاری بر نمیایم. گر بشید خدا شما خب. نگاه کنم خدا شما گر بشید دشمت پناش بشید. سعدیا جان کتابایش مانده و خودش نیست، خیلی دردآور هست. خب این کتاب بیولوژی عمومیش هستم و این کتابچای پرخون سعدیا هستم. متاسفانه کتابچایش مانده بودش نیستم. مادر جان شما گریه نکنین، دعا کنین، خون شهدا هیچ وقت بی جواب نمانده و نمیمانه. خب این کیمیای سعدیا جان هستم و این کتاب تاریخش هستم. خب خلاصه همه کتابچای سعدیا جان هستم و فعلا خودش نیستم، خیلی دردآور هستم. خب ما فقط علمی کمکی که هموطنهای عزیز ما خارج از کشور میکنن، اما با شما میتیم و دعا میکنیم، جز دعا دیگه از دست ما کار برنمیایم. نگاه کنند ایستمد و پناه خجر الهی آمین. کنیم شما هم دعا کنین که دیگه همچون بلاها بالای جوانهای افغانستان نیاید و انشالله روح سعدیا جان شاد باشه. عزیز مبلغ 10,000 افغانی بسی حسین جان رای کرده به فامیل شهدا و من بسیار تشکری میکنم از برادر ما. خب این خاله جانی 10,000 هسته، گرچه ناچیز هسته در برادر خونی سعدیا جان. گر بشید خدا رو نگاه کنه، هر کسی کره ای کنه او رو خداوند در اشتماد پناه نگاه کنه. سعدیا جان از امریکا همین کمک کرده، خدا او رو نگاهان چشوه گر بشید، تشکرم در کمک. زهرا احمدی دختر 19 ساله که با رفتنش داغ به دل هم قطارانش گذاشت. پدر زهرا احمدی مردی کاری میکند و بعضی وقتها در کراچی کار میکند. شهید زهرا به خاطر آینده درخشان فامیلش بسیار کوشش میکند تا بتانه از طریق درس و تعلیم یک بازو به پدر و مادرش شود. زهرا شهید گلگون کفن ساحتها پیاده از خانه به کورس خود می رساند و پول کرایه موتر نداشت تا به کورس بره
و به حالت فقر و بیچارگی پدرش که می دید پدر خود را درک می کرد. وی آرزو داشت روزی دکتر شود و به مردم خود خدمت کند، بی خبر از این که بی سر و بی چشم به خاک سپرده می شود. مادر زهرا روز را با عشق آغاز می کند و شب را مثل قیامت سپری می کند. و ما می خواهیم امروز کمک ناچیز از طرف عبدالبصیر برادر ما از امریکا با این مادر و پدر داشته باشیم. خوب بود در با استعداد بود داشت در طریق می خواهم اومدن در پر ساخنم دیگه خدا لایق ندارد دیگه منو نره دیگه منو پایدان منفتره بخش قبلگی درس می خواهم اومدگی می خواهم در ساخن دامن نم در اینجا می خواهم من در اونجا می خواهم داردش ری دامن در ساخن می خواهم چی منم تا که چی دارم درس ری دامن می خواهم در هر شرایط مون باشم من درس ری دامنم درس بودم می خواهم ده دست این خیلی لازم خیلی لازم اخلاق بیت اخلاق باشه تو می امی قسم مارس بود خریم پوینتر خریم پوینتر هم بس نه این تای کانکور این سال ندی قبول نگرد این تای کانکور هم بده ما به جامعه ده ملت خدمت کنیم اون اندونا این چپانی برادر این چپانی دکتری شده دیدیش ما ده کلی با جامعه خدمت کنیم هر چی بده دکتر شرایط خرابه قبول کنید یک قطعه کنه جن بس ما تا دست نخوام میخوان نه من دست ما پرجان نشم ای مازین کل برشی ده کورس بس پای پیدا مرت خو یا کنیم سال دست اومده کام کنه این زین برشی شما زای کن تو این پای پیدا مرت این سی فیاجی که سوال کنی پای پیدا مرت چقدر راه ها چقدر راه بخود پای پیدا مرت تو مگه ما مو دختر که پای پیدا نه که ناس اقتصاد ضعیف بده خود اقتصاد ضعیف بده یخت پای پیدا مرت باز وقت تو پیش دختر میمت باز وقت از این دیگه دایم پای پیدا میاد خب خداوند رحمت شکرم هیچ دیگه نصیبش. خیلی سخت است. تمام آرزوهای خیلی اینو در گور بود بخواه. اینقدر آرزو داشت از حتی بخواه. خب چی بگویم؟ خیلی سخت است. خب زهرا جان میخواست دکتر شد. آه دارشی وایشی مایلم که دوایشی کلش پیشکاریش داشت. ما کار کنم. شهادت نامه خیلی گیرم. شهادت نامه خیلی تقریم گیرم. کارش خلاص بشه شده که شهادت نامه خیلی بگیرم. شکل دکتری کار کنم. چقدر لایق بوده یعنی همزمان هم کورس آمادگی میخونده و همچنان کار میکرده اونجا دمویدش اونجا هم در پایتان شخصی میخوند که باید ما کار کنم روزگار ضعیفه ما در پایت غلمت چیز میکنیم از اون بچه کلان ما 14 ساله شاگرد خیاطیه بیده یک کارگر یک خودم بیده و اشتا نفر فلدق دایال بیده یک کارگر خودم بیده خیلی سخت است. خب اوضاع اقتصادی تان چقسم هست؟ اوضاع اقتصادی خودش میده بیده شاید طالب آمد بخیص امکاری بیده سری چاو بودم کارم کارم خلاش باز وقت در کراچی کار بودم وقت سری چاو بودم خود تان کراچیوان هستی؟ آه کراچی هم در ایزی مو بیده باز وقت دیگه هم کراچیوانی بودم سری چاو بودم در کار بودم خانه از خود تان هست؟ نه خانه مالی مرد کرایی سینیم خانه مای دونی مزا تکاوه منظر بالای شیله دو فامیل دیزی حدود میشید سایی بزی ایرانه خب مقصد از وطن دیگه نخواهد که جوش آدم که جوش که برای باقی مندان باید مردم امنیت چی بگر باید بادر مردم بچرگور بادر اولاد های مردم ناحق ناحق کشته نشه و واقعی شدن باید از جامعه جهانی آدم میخواهی که بادر مردم کم زرد دیگه یک کمک کرده دیگه رو کنم اولاد هایش بادر از دست مان دیگه مان امود ست مشکل بخواد دیگه دست رو یک درکتان میکنم خیلی سخت است طفل کلان کو در سرحد برسان که بتانی ازش میوه بگیری مثل همچون مثال میتونم بزنم و در آخر همه زحمات و رنجی که کشیدی به خاک احسان شما خیلی زهرا جان هست که عملی کار میکرده و پدر جان بیشتر کار گفته این فکر کنم چی رفتون تایی رفتون از ماجید این کیفک پولیش که سوخته متاسفانه ببینین و این چپنکش هسته که در شفاخانه کار میکده دختر بسیار لایق بوده هم آمادگی میخونده و هم کار عملی میکرده و این هم سوزنکی هسته که کنول هسته که میخواسته عملی کار کنه و این کتابایش هسته
کتابا و کتابچایش هستم. شریکی کدر ازشان تشکر میکنیم، مخصوصا بنیاد خیریه صالحی و آقا بیادر و همچنان عبدالبصیر جان از آمریکا مبلغ 10,000 افغانی به شما کمک کرده. ما در برنامه خود گفتیم خداوند حفظش کنه از هر بلا و آفات زمین و آسمان که غم شریکی میکنه. بجز غم شریکی و دعا دیگه از دست ما کاری بر نمیه و اگر گریه کنیم و هر کاری کنم نه زهرا جان و نه شهدای دیگه میه و این افغانی را من میخوام. تنها کاری که میتونیم اینمی جوان ها درس بخونه و آرزوی شهدا را برآورده کنه و این مبلغ 10,000 افغانی را من به پدر زهرا جان میتونم که گرچن ارزش زهرا جان نداره ولی این غم شریکی بیادری پند ما هستم. اگه اولاد خودم چیزی مشکلات کرد آدم مگه دانان گدا باشد اولاد آدم باشد دست خود به خود بیخون آخر یک جایی میرسند در کلی که آرزوی خود بیرسند. شما تشکری میکنین و دعا کنین به حق اونایی که هم شریکی میکنن با فامیل شهدا، مخصوصا بنیاد خیریه صالح و آقا بیادر و همچنان تشکری خاص میکنم از بیادر ما عبدالبصیر حسین جان که دست نیازمنده و شهدا رو گرفته. کلگر جانش جاری بده یار شهدا که بادر شهدا رای حق ره ولی خود یک کشور گارومی یک سواد و یک مطبع هست کنه دیگه رو داریم بخونه که جای آرزوی زحمت باید دیگاهش پوره کنه. شما زحمت بکشین آرزوی زهرا جان در زمین نمانه و ولی قدر شهر روز خم مقدر کم بخونم بگه نه بگه من درس رو بخونم من از درس مانگم شهرم تا سوار سلکم کتاب میخون خواب گوه دختر یک لزه صبح دارم بگه نه سبا انتیان دارم برم درس نمره خود بگیرم من آخری هیچ دیگه رفت از خونه بوشد که زنگم رو انتواریش دارم که رفت در جای گشت پیدا نهت از تشف خونه رو آخری استی بدلی پیدا کرد. خب چه قسم بود جسدش؟ جسدش خیلی اوگارد است چپشی ساخت بود سرش این از اینجی دیگه نبود یک چشمشی نبود شانی راش چپشی زخمی بود خیلی کمانه اینجایش کلان مایدهش چی نمانده دیگه درشه دیگه خونچه تاخر چی خونچه گیر نکده آرسه دم یک چوکی بی آرسه دم سر خراب شد آرسه گرد بگردش که نامی آرسه سر خراب شد دستکای آرسه ساخت بود. اما لحظه چی حسی داشتی؟ یه دیگه من زنگ آمد نبودم من در ریاولی بودم سنفش نجیبه از نام داشت بود نجیبه شایش بود این نجیبه از احلو هیچ جز یک دیگر خود جدا نبود بسیم قدر امزی گرد بود دیگه در تلفون زنگ زنم رخ نکن فرشته رضایی که تمام آرمانهای خود را در زیر خاک با خود برد. فرشته رضایی شب خواب نمی کرد. در آرزوی روزی بود که مثل مکتب اول نمره عمومی آموزشگاه کاج شود. ولی تقدیر برای شهید فرشته چیز دیگری نوشته بود. شهید فرشته رضایی میخواست یک دکتر خوب در آینده برای ملت رنج دیده شود و بار بار در این ورقها سوالات امتحان را نوشته میکرد و حل میکرد تا اول نمره عمومی آموزگاه کاج شود. برادر فرشته میگوید فرشته برای من مثل یک خواهر نه بلکه مثل یک برادر بود. دیگر ارمانهای شهید فرشته را از زبان برادرش مشنویم. سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیز و درود میفرستم بر روح پاک شهدا، تمام شهدای صدر اسلام و خصوصا شهدای اخیر کاج و شفای عاجل و صحت کامل از بارگاه عزت منان برای زخمی های حادثه المناک کاج می خواهیم.
قسم شخصی بود که هیچ وقت در این فکر نبود که مثلا وقتی که نزدیک امتحان باشه یا کدام فشار بالاش باشه و درس بخونه. همیشه شروع اشتیاقش برای درس خواندن تازه بود و همیشه که داشته که هیچ وقت کمتر یا بیشتر میشد ولی کمتر نه. مثل همیشه پا فرشته یک شخصی بود که در خانه یک جای مشخص نداشت. مثلا ما نمیگفتیم که این جای مخصوص فرشته است. همیشه همراه سعدی رفیق خوب میامدک در می اتاق مینشستن. هر دویش یک جای درس میخوندن. وقتی که از طرف شو تنها بودک در دو خانه میرفتک در خصوصا در سالون یا در دالیز امونجا همیشه جایش بودک و درس میخوند و از این رقم ورقاتی همیشه درش کار میکرد و کل چیزایش و از هر ورقی که گیرش میامدک کوچکترین سفیدی داشتک از بینوان اضافه نویس استفاده میکرد. همیشه شروع اشتیاقش برای از اینکه داکتر شد و یک شخص مفیدی برای جامعه خود شد و بسیار بالا و بسیار زیاد بودک دیگه. خب هر قرار که بگویم کم است. خب دوستای عزیز این کتاباش در کورس اینا البته اینا جزء کتاباش کتابای زیاد شیرم چون خیلی وقت میشه جمع کردیم زیادتر شیره دیگه. فقط اینا کتابای جزئی شه یا کلش فرمای کنکور و کتابای مکتب و این چیزا کلش همه از اینا را میتونیم ببینیم داخل از اینا را کار کرده و هر سوال را که خب هر سوال که اینجا 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 مفهمین گفتن سخته اما همیشه میگفته که وقتی در مکتب بعضی ها کدام مشکل بر میخواه دویده میه نگه که فرشته همی سوال چی رقم میشه ما بلدش حل منو. امینجا هم خیلی وقتا بود دوستایش میامده خانه و همه سوالایی را که حل نتانسته بوده و سوالایی را که برش مشکل بوده فرشته اونا رو برش حل میکده و قبلا هم فکر کنم برش میگفتم که در صنف نخبگان بود یعنی صنف کسایی بود که درجه بسیار عالی بودن در امتحان های آزمایشی قرار داشت. جمعه یادسی علمناک باید این اتفاق افتاد و شما چگونه از فرشته جان خبر شدیم که شهید شده یا زخمی شده؟ ما ساعتی قبلا همیشه وقتی که من از خواب بیدار می شدم فرشته قبل از ما یعنی اولین کسی بود که همراه پدرم بیدار می شده و نماز خودم می خونده می رفت طرف کورس یعنی به ندرت روزایی رو من پیدا می کردم که فرشته رو من بتونم در خانه پیدا کنم. قبل از اینکه ما بیدار شدیم فرشته می رفته که همراه سعدیه. بعد همین روزی که ما بیدار شدیم آمدیم فرشته نبودک چون امتحان آزمایشی بودک خیلی وقت رفته بودک از هر روزی دیگه. ما آمدیم دسترخوان ما کل چیز آماده بود که صبحانه بخوریم. بعد در مادرم زنگ آمدک فکر کنم یکی از دوستای فرشته بودک که زنگ زد پرسان کرد که خاله جان فرشته کجایه. باز مادرم جواب داد که فرشته کورسه. گفت کورس انفجار شده. بعد همه خلاصا نان نخوردیم کلی چیز ماندیم همونجا حرکت کردیم طرف کورس. ما اول مادرم استاد شد که بره ما مادر خدا بزور شاندم گفتم انشالله هیچ گپ نشده فرشته خوبه تقصیش نشو نگرانی نکن. شاندم مادر ما نان ما کلیگی نانش پورا نخورده بود حتی پدرم نان نخورده بود. از اینجا حرکت کردیم ما رفتم تا کورس رسیدم همراه پدر خو سیما خوارم پیاده از کوچه رفته بود مادرم از پشت ما آمده بود. رفتم اونجا به بسیار وضعیت بعدی که ما را نمیمان داخل کورس دیگه طالبا خیلی ها را استاد میکرد میگفت که شما فیلم برداری کردین موبایل هایش چک میکرد. خلاصه یک وضعیتی خوبی نبود دیگه چی بگویم. بعد تصمیم ده میگرفتیم که ما به پدر خود زنگ زدم که پیدا کده یا نکده. گفته که نه ما پیدا نکدم هنوز را. تا
تو بر یک دفعه در شفخانه علی جنا. ما شفخانه علی جنا رفتم، خانومی ما مشا نوکری بود در شفخانه، صبح کی تو شنیده بود بشاره که چی شده، انفجار شده، اگر نیر ساعت 8 تونا رخصت میشده شیفتشان خلاص میشه، دو ساعت هفتونیم اجازه گرفته بودم، از اینجا بر آمده بود، آمده بود سر کوچه کاج. بعد اینا خانوم همراه همشری مر نمیمان که من شفخانه برم، هر دوی زیاد گریان میکرد، میگفت که ما طاقت از این نداریم که بشنویم که فرشتر کدام چیزی شده. بعد بایار آنجا آرام کدم، خودم در موتر ششتم رفتم علی جنا، علی جنا داخل شدن نمیمانده، خیلی زیاد اینجا طالبا زیاد بود، نمیمان داخل برا کسا، خلاصه با یک زحمت داخل شدم. تا یکی من داخلی خودی صاحب شفخانه شدم یک مشکل بود، بعد داخلی خودی ساختمان شفخانه شدم بسیار یک حالتی بعد، خیلی چیزای بد دیدم که من در عمر هم چیزا رو ندیده بودم، جیغ و فریاد پدرها و مادرها و برادرها و خواهرها رو دیدم، هر کس نام یک عزیز خود صدا میکرد و گریان میکرد. ما وقتی رفتم تمام شفخانه رو بررسی کردم، دو بار من آی سی یو رو دیدم، اما من فرشته در آی سی یو بود، من نشناختم فرشته رو، من وضعیت روحیم خیلی خراب بود امروز، ام فرشته خودش وضعیتش خوب نبود، خون و چیزا بود، خواب بود رویش. تا ما یکی اگه ما شرح زیر مفصل بدیم خیلی طول میشه. بعد تا یکی ما تصمیم گرفتم که در بین شهید آسایی کنم، من رفتم پایین در بخش یک سالون است نام سراپا، ماینات سراپا یاده چی، ما اونجا سعی کردیم که فرشته نیست، خیلی شهیدهایی رو دیدیم که بسیار وضعیتش خراب بود، گفتنی سخته، بعضی ها که حتی نبود اعضای بدنش، یک دونه دیگه فقط پوست رویش بود، چر رد سر خورده بود، هر چیز در سر خورده بود، سرشمو تو پایین رفته بود، خیلی وضعیت بد رو دیدیم اونجا. بعد وقتی که من میخواستم برم طرفی از شفخانه بیرون شوم، خانوم دوباره آمده اونجا بعد از من رسیده بودن، گفته که من یک دفعه دیگه هم سلمانم، من گفتم اینجا نیه، گفت نه من سلمانم، رفت پیش آی سی و من استاد شدم، من گفتم که اینجا خونه است، از خاطر که من دوبار اینجا رو دیدم نبودن اونجا، او رفت داخل آی سی و من استاد شدم، یک دفعه از طرف گریان کد آمد، گفتم اینجا، رفتیم فرشته در آی سی و بودن، پالویش دو زخمی دیگه هم بسیار شدید بود که اونا متاسفانه زودتر از فرشته فوت کردن. بعد فرشته بعد از اینکه یک هفته در کما بود، ما خیلی امیدوار بودیم که انشالله فرشته با آغوش ما بر میگرده، بعد ما همراه دکترها صحبت کردیم که فرشته متاسفانه برندید شده یا مرگ مغزی کرده، و گلوله ای که اصابت کرده بود نمفهم گلوله بود یا خود پارچه بود، البته دکتری که اونجا بود ایتو نظر میداد که گلوله باشه یا مرمی باشه، چون زخمش خیلی منظمه، از در طرف چپش پشت گوش خورده بود و سه لایه مغز تخریب کرده بود و از قسمت هسته مغز یا منبرین هم عبور کرده بود و باعث برنده شده بود. و بعد از اینکه یک هفته ما اونجا منتظر بودیم و در دعا بودیم که خدا کنه فرشته ما به ما برگرده، متاسفانه نشد و روز پنجشنبه قبلی بود یا یک هفته بعد از حادثه المناک بود که فرشته به رحمت حق پیوست، نتوانست که هجران و یا دوری رفیقا و دوستایی که با هم دیگر در سینف بودن و دوستایی که همیشه با هم دیگر خوشحال بودن را نتونست تحمل کنه و به دیدار از اونا شتافت و ابدی شد. خب خداوند روحش شاد نگهداره، خدا کل مرده را بیامرزه، با خاموش یادا میگیم با گریه و با غصه چی جور نمیشه، نه دیگه فعلا ما قسمی شده که باید نمفهم چی رقم توصیف کنیم، اما قلب ما فکر که باید از سنگ باشه که همچین
غم و اندوه را میتونیم باز هم زنده ایم. نمیفهم دیگه آخرش چی میشه. خب ما هم دعا میکنیم. خب دیگه کاری از دست ما برنمیاد. خب دوست عزیز ما، برادر عزیز ما که سیر حسین مبلغ 10,000 افغانی را به فامیل فرشته جان کمک کرده و این را ما به برادر فرشته جان میتونم. بسیار زیاد تشکر. واقعا همدردی و یا غم شریکی هموطنای ما چی در بیرون چی در داخل افغانستان یک کوی صبر میشه در دل ما. واقعا ما وقتی میبینیم که هموطنای ما چی در داخل از کشور چی بیرون از کشور بجوز از قوم هزاره، یعنی قوم پشتونن، قوم تاجیکن یا قوم ازبکن غم شریکی میکنن، این واقعا کوی صبر میشه برای ما. و داخل هم میخوایم بگویم که بیاین نسل کشی هزاره ها را متوقف کنیم. یعنی این واقعه را اگه ما واقعا جرف یا عمیق بررسی کنیم، یک واقعی بسیار 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 هر قدر که شدیدن بگویم یک بد واقعه، یک واقعه علمناک، یک واقعه دلخراش، یک واقعه غیر انسانیه. ما بیاییم که یک عامل شویم که یک پیام را به کل دنیا بدیم که تا این واقع دیگه اتفاق نیفته انشاءالله. تشکری خاص را از همه دوستان و همه کسایی که ما را ابراز همدردی و غمشریکی میکنه و مخصوصا بشیر جان حسین از آمریکا که همراه ما غمشریکی کردن، نهایت سپاس میکنیم. خداوند اینا را داشته باشن، خداوند اموات همه را بخشه و بیامرزه.